بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما محصلین گرامی، امید از اینکه خوب و خوش و سالم و سلامت باشین، دور از کرونا باشین و ایام قرنطین به خوبی و خوشی در کنار فامیل های محترم شما بگذره. و سلسله درس های قبلی که در رابطه به خود فاسفورس و نایتروژن بحث کردیم، فصل جدیدی که میخواهیم در امروز خود شما پیش ببریم در رابطه به پتاشیم است و اهمیت پتاشیم و خود از این مقدار پتاشیم در خاک و همچنین منشأ پتاشیم چیه و چی اهمیت برای نبات داره و مقدار و اشکال پتاشیم در خاک، خود از این چگونه تحرک خود پتاشیم در خاک و نبات چی قسمه و چه قسم تلفات و هدر روی پتاشیم است مثل سایر از عناصر و وظایف پتاشیم در خود گیاه چیه و کمبود از او باعث چی اختلالات میشه و وظایف اصلی خود پتاشیم چیه، اینها از جمله عنوان هایی که زیر این فصل انشاءالله خود شما پیش خواهیم برد. ببینید، میخوایم یک موضوعی بگم که ما و شما از عناصر زیاد مصرف به قدم سوم پتاشیم است که به اندازه قابل اهمیت است در جایگاه سوم قرار دارد. اما مقدار خود جذب از توسط نبات بعد از نیتروژن است و بیشترین جذب از توسط نبات میتونیم بگیم که پتاشیم صورت میگیرد. از جمله عناصر پرمصرف و عناصری که مثل سایر از عناصر پرمصرف دیگه مثل نایتروژن و مثل خود فاسفورس مقدار استفاده زیاد داره و نبات جهت رشد و نموی خوب به مقدار خود پتاشیم بیشتر ضرورت داره و میتونیم بگیم که نقش اساسی رو داره در خود رشد و نموی خود نبات با اهمیت. مقدار جذب پتاشیم نسبت به سایر از عناصر بعد از نیتروژن در جایگاه دوم قرار داره، یعنی میتونیم بگیم که بعد از نیتروژن در درجه دوم پتاشیم است که به مقدار عظیمی توسط خود نبات بیش از هر عنصر دیگه جذب میشه و خود مقدار پتاشیم موجود میگه در خود پوسته زمین که مومن منچه خود پتاشیم در خاک منرال های مختلفیه که تشکیل از اینها بیوتایت و مسکوایت و فلدسپار های که بعد از او یعنی تحت عملیه های ویدرینگ میتونیم بگیم که تجزیه میشه و به صورت منبع اساسی از این فلدسپار ها منرال های که منشأ اساسی خود پتاشیم در خاک تشکیل میده. اما خود مقدار پتاشیم در خود پوسته زمین 1.9 حداقل مقدار تا 2.3 حد اکثر مقدار میتونیم بگیم از 1.9 تا که حداقل از این در پوسته زمین تا 2.3 میتونیم بگیم که مقدار از این در خود خاک ها اکثریت وجود داره و این مقدار رو میتونیم بگیم که پتاشیم در خود خاک های ما و شما در اکثریت خاک ها تشکیل میده. دیگه ای که رفتار پتاشیم میتونیم بگیم از لحاظ زیست محیطی مقدار سمیت خیلی کم ایجاد میکنه و هر اندازه که مقدار از اینا در خاک اضافه بشه رفتار از این مناسب هست، از لحاظ زیست محیطی آلودگی سمی ایجاد نمیکنه و باعث از این میشه که نبات بعد از می از این استفاده بکنه و از لحاظ زیست محیطی مشکلات به بار نمیاد. خب مقدار خود پتاشیم در خاک یا میزان از این در خاک بیشتر از میزان عناصر غذایی پرمصرف دیگه از جمله فاسفورس و نایتروژن است، یعنی اگر ما به صورت کل بیم صحبت بکنیم مقدار از این در خود خاک های ما و شما بیشتر وجود داره و یک از اساتید پاهنتون کابل در سالیان قبل تحقیق انجام داده بود و حالا تشخیص کرده بود و به همون باور از او تقریبا تا سالیان قبل
وارد کردن خود اکثریت تجارها خود کود پتاسیم را وارد نمی کردن و او تشخیص از این بود که خاکای افغانستان به مقدار کافی خود پتاسیم داره و این پتاسیم یعنی خود خاکای نباتات ضرورت به خود پتاسیم نمی کنه. اما حالا نظر به که خود کیفیت سر کیفیت محصولات تاثیر داره و باعث از این میشه که اگر ما شما میوه این نباتات مثال بزنیم باعث از این میشه که یک میوه با کیفیت تولید بشه با اثر استفاده خود نایتروژن و همچنین کمبود از این در اکثریت خاک ها نظر به شرایط مختلف و نظر به همو بافت خاک و به نظر به همو منشأ خود منرال ها و قابل استفاده بودن از اینا و نظر به همو ویدرینگ که در قابل رخ بده و این پتاسیم قابل استفاده بشه برای نباتات در نظر به در اکثریت خاک ها میتونیم بگیم که متفاوت است و در بعضی از خاک ها ضرورت از این زیاد پیدا میشه و در بعضی از خاک ها حتی میتونیم بگیم که ضرورت از این نمیشه. در خاک های مختلف تقریبا 1% که تقریبا 6 برابر متوسط میزان نیتروژن و 14% برابر میزان فسفر است. تقریبا میتونیم بگیم مقدار از این نظر به نیتروژن به نظر به فسفر از 6 تا 14% میتونیم بگیم بیشتر است. خب میزان خود پتاسیم در خاک ها متغیر است و میتونیم بگیم که در بعضی از خاک ها ضرورت از این احساس میشه و در بعضی از خاک ها میتونیم بگیم که ضرورت از این احساس نیه و ضرورت به استعمال کودهای پتاسیمی نیه. اما در بعضی از خاک ها ضرورت هست که ما و شما چکار بکنیم؟ پتاسیم استفاده بکنیم. پتاسیم مثلا در خاکهای نوعی مرطوب به میزان کمتر وجود داره تا خاکهای نوعی خشک. عموما افغانستان هم خوب به خاطر از اینکه در نوعی خشک وجود داره قرار گرفته و با هوا از این خشک و نیمه خشک قرار داره میتونم بگم مقدار پتاسیم به یک اندازه هست، اما برای فعلا در بعضی به خاطر بلند بردن کیفیت محصولات میتونم بگم مقدار پتاسیم ضروری است. در بین خاکای هر نوعی میزان پتاسیم با بافت خاک ارتباط داره. در خاکای با بافت مشابه میزان پتاسیم به سنگ مادر و مواد منرالی تشکیل دهنده خاک بستگی داره، یعنی هر آنچه که معمو بافت خاک و میزان سنگ مادر از او که از منرال های فلدسپار تشکیل شده باشه میتونیم بگیم که مقدار پتاسیم در اینها بیشتر است و اگر بافت خاک غیر مشابه باشه است و همگون نباشه میتونیم بگیم که مقدار پتاسیم کمتر اتفاق میفته. و دیگه که میزان پتاسیم در اعماق مختلف خاک متفاوته. در خاکهای نوعی مرطوب به علت حرکت املاح و کلایدها تمرکز پتاسیم در افقهای با افقهای زیرین بیشتر است. در مناطق مرطوب عموما حرکت املاح بیشتر صورت میگیره ولی میتونیم بگیم که در طبقات زیرین مقدار پتاسیم بیشتر است، ولی در نواحی خشک تفاوت چندان نداره و بالایه‌های سطحی دارای مقدار بیشتر پتاسیم است. خب یک مشخصه هست که در نواحی مرطوب به خاطر حرکت خود املاح میتونیم بگیم پتاسیم در طبقات زیرین بیشتر قرار میگیره و در نواحی خشک میتونیم بگیم که به خاطر از اینکه حرکت املاح کمتر صورت میگیره و در مناطق در قسمت ها و در لایه سطحی خود خاک میتونیم وجود داشته باشه. دیگه بعضی خاک ها میگه آنقدر پتاسیم کم است که مصرف هر ساله کود پتاسیمی ضرورت است. و در خاکهای دیگه که این عنصر به حدی است که پس از سالیان دراز که پتاسیم در نتیجه حتی آبشویی و مصرف محصولات زراعتی از خاک خارج بشه احتیاج به کود پتاسیمی نیست. پس بنابراین در خود خاکهای افغانستان هم نیه که ما بگیم پتاسیم ضرورت نباشه، ضرورت است. به عملا همی فعلا پتاسیم کودهای از او در میهرات و در افغانستان اکثریت شرکت های تجارتی وارد میکنن و اکثریت دهاقین جهت بلند بردن خود کیفیت محصولات خصوصا محصولات باقی باعث ازی میشن که از خود کود پتاسیم استفاده بکنن و به ازای هر مقدار کود پتاسیم حاصلات از اونها تغییرات قابل چشمگیره میتونم بگم که مشاهده میکنن. خب در خاک های نوایی خشک و مرطوبی مثلا قبلا برای شما گفتم که در طبقات زیرین قرار میگیره بیشتر پتاسیم و در خاکهای خشک میتونیم بگیم خشک و نیمه خشک در طبقات سطحی.
میزان پتاسیم با بافت خاک، خب همو بافت که گفتم مشابه است و همو سنگ های مادر ازی و سنگ های منرالی تشکیل داده باشه، میتونیم بگیم که مقدار پتاسیم از اینا بیشتر است. در اعماق مختلف گفتیم متفاوت است که قبلا تشکیل. چند مدل ما نیتروژن داریم، چی پتاسیم داریم. یک، پتاسیم غیر قابل استفاده، به تدریج قابل استفاده و به سهولت قابل استفاده. پتاسیم غیر قابل استفاده مقدار از او خیلیه، یعنی از دیگر نوع انواع از او مثلا حدود 90% در سنگ ها و منرال ها به صورت غیر قابل استفاده جای گرفته که خود از این تحت عوامل مختلف ویدرینگ از جمله عوامل خیلی مهم است که ایر به صورت قابل استفاده میتونیم بگیم در میاره و در به سالیان وقت میگیره، سالیان زیاد تحت تجزیه و ویدرینگ رخ میده، باعث از میشه که این منبع از اینا به نایتروژن مثلا غیر قابل استفاده و قابل استفاده در بیاره. فلدسپار ها، مایکا، ارتکلاز، میکروکلاین، بیوتایت و مسکوایت و ایلایت، اینا از جمله منابع مهم نایتروژن غیر قابل استفاده است که در خود خاک وجود داره و به تدریج اینا تحت عوامل مختلف قابل استفاده میشه. دیگه به تدریج قابل استفاده شامل پتاسیم نصب شده در برخی از رس ها که به مرور زمان به اثر ویدرینگ تبدیل به پتاسیم استفاده میشه. اینها از جمله پتاسیمیه که میتونیم بگیم در برخی از رسها وجود داره و اینا هم یعنی در تحت عوامل مختلف، یعنی یک سال یا دو سال که عملیات تجزیه از اینها صورت میگیره، باعث از این میشه که منرال ها تغییر شکل بکنن و به صورت قابل استفاده در میان و نبات بتونه از اینها استفاده بکنه. دیگه به سهولت قابل استفاده برای گیاه عبارت از پتاسیم محلول و تبادلویه، یعنی که به شکل محلول قرار میگیره و به شکل تبادله صورت میگیره و نبات میتونه به راحتی این پتاسیم رو مورد استفاده قرار بده و تکافوی کمبود خود پتاسیم در نبات از طریق همی با انواع پتاسیم که به سهولت قابل استفاده است و در بخش محلول خود قرار داره میتونیم بگیم که قابل استفاده باشه که نبات بتونه از او استفاده بکنه. انمی بخشیه که شکل معلول خاک و شکل تبادلوی قرار داره، به صورت آینی در معلول خاک و یا ساعت تبادلوی قرار داشته و با آسانی قابل جذب توسط نبات و نبات بتونه با آسانی اینها رو چکار بکنه، جذب کنه و بخش قابل محلول خاک و عموما بخش جامد خاک که بخش کلیه‌ها و تقریبا میتونیم بگیم به تدریج قابل استفاده به زو قسمت قرار میگیره، اما بخش معلول خاک به سهولت قابل استفاده و منظم و آماده شده و نبات میتونه از این به صورت درست و اساسی استفاده بکنه. خب اما پتاسیمی که در ساعات تبادلوی و در محلول خاک قرار دارن خیلی در سطح کوچک از پتاسیم خاک تشکیل میدن و میزان از او خیلی کمتر است نسبت به پتاسیمی که در قابل استفاده نیه که 90% تشکیل میداد، اما پتاسیمی که قابل استفاده میزان از او خیلی کمه و 1% کوچک از خود پتاسیم خاک تشکیل میده و میزان از او میتونیم بگیم که خیلی کمه. میزان تثبیت شده تا حدود 8% هم میرسه که اگر به میزان 8% یا بین 1% تا به 8% اینا هم برسه میتونیم بگیم حد اعظمی خود تکافو و کمبود پتاسیم در خواب میتونه ایفا بکنه و نبات میتونه به حد عظیمی استفاده بکنه. یعنی میزان تثبیت شده از تا 8% و یا بین 8 تا 1% بیشتر از 1% هم که باشه میتونیم بگیم نیازمندی های خود گیاه یا نبات را از خاک مرفوع میسازه. در منرال های غیر معلول یا کم معلول پتاسیم حدود 90% که قبلا هم برای شما گفتم شکل غیر قابل استفاده که اونها حدودا 90% پتاسیم تشکیل میده. دیگه جذب پتاسیم از خاک، میزان پتاسیم قابل جذب در خاک‌های مختلف در حدود 1/10 میزان کلسیم قابل جذب است. یعنی میزان عظیم نسبت به کلسیم میتونیم بگیم که 1/10 میزان کلسیم قابل جذب است و همچنین جذب عظیم به صورت فعال
انجام میشه و همچنین به صورت غیر فعال، به صورت فعال و به صورت غیر فعال میتونیم بگیم صورت میگیره، هم به صورت فعال و هم به صورت غیر فعال. حرکت و جذب فعال، حرکت و اینها از مرزهای حجروی داخل سایتوپلازم و واکیول ها و مصرف انرژی حیاتی، جذب پتاسیم به داخل سایتوپلازم یا حجرات ریشه جذب فعال است و احتیاج به انرژی حیاتی هم میتونیم بگیم که داره، و همچنین جذب غیر فعال هم که نیاز به انرژی حیاتی و یا متابولیزمی نداره. مرزی که پتاسیم با جذب فعال از او عبور میکنن همون قشای پلازما میگن که سایتوپلازم را احاطه کرده و از این مرز عبور میکنه و نبات میتونه از این استفاده بکنه. و دیگه تلفات پتاسیم در خاک است که در جلسه بعدی انشاءالله این موضوعات بیشتر خدمت شما ارائه میکنم و شما میشه که در جلسات بعدی میفکنم وقت دارم انشاءالله اینها رو هم بحث میکنم. یک توسط گیار و هدرروی از به وسیله آبشویی و هدرروی به وسیله فرسایش است. ببینیم میزان برداشت پتاسیم به وسیله خود گیاه مختلف است. قلات دانریز خیلی مقدار خیلی جزئی پتاسیم از خود چی میکنن برداشت میکنن، جواری به گیاهان علوفه‌ای مقدار پتاسیم از خاک زیادتر مصرف میکنن، برداشت پتاسیم توسط بعضی گیاهان مثل گیاهان قندی و ریشه مثل لبلبو و همچنین بعضی دیگه مثل توتون، اینها میتونیم بگیم اکثریت استفاده میکنن. پتاسیم به مقدار فراوانی در اثر آبشویی از خاک خارج میشه. آبشویی مثل نایتروجن که مقدار از آبشویی به طبقات زیرین میرفته و حتی اگر آبهای سطحی بلندتر باشه میتونیم بگیم میتونیم وارد خود آبهای سطحی هم میشه. مقدار تلفات در خاک ها و شرایط محیطی مختلف متفاوت است. بافت خاک، میزان بارندگی، خاصیت تبادله خاک ها، واکنش و جنس مواد معدنی، مقدار پتاسیم، اینا از جمله عواملی که میتونه تاثیر بگذاره. در خاک های شنی تلفات سری و زیاد است. وقتی که شرایط مساوی هستند، هرچه پتاسیم خاک بیشتر باشد میزان خود تلفات هم میتونیم بگیم بیشتر است در خاک های شنی. نوع و منرال خاک ها در آزادی پتاسیم در تلفات و جذب از به وسیله گیاه خیلی موثر است. در خاک های تیزابی شستشوی پتاسیم سریعتر، زیرا پتاسیم در شرایط تیزابی به سختی قادر است به جای آلومینیوم در محل تبادلوی قرار بگیرد. در فرسایش آبی و بادی در درجه اول ذرات ریز خاک و خاک سطحی از دست می روند و همچنین ذرات ریز خاک معمولا از لحاظ عناصر غذایی خوب غنی ترند و باعث از این میشه که از دست بره. و دیگه قسمت عمده پتاسیم همراه ذرات رس است و بنابراین این فرسایش میتونه مقدار فراوان از خود پتاسیم را از دسترس نبات خارج بکنه و توسط فرسایش آبی این مقدار از بین بره. نقش پتاسیم در نبات است که انشاءالله در جلسه دیگه خدمت شما ارائه میکنم. تا جلسه بعدی شما به خدا بزرگ بسپارید.